قدم های کوچک برای آرزوهای بزرگ. جواب های ساده برای سوال های سخت. مریم جواب قشنگی به این سوال داد. بالاترین مدال ریاضی جهان در دستان یک زن. مریم میرزاخانی. تصادف و احتمال در زندگی مریم میرزاخانی. دوستامو جلو چشممو مردن. اتفاقهای بد در اوج خوشبختی. دختری گرفتار جبر، عاشق جبر. چقدر احتمال داشته که از این دخترها بالاترین مدال ریاضی دنیا رو ببره؟ قانون احتمالات ریاضی میگه احتمالش خیلی خیلی کمه. کنفرانس جهانی ریاضیدانان در سئول. رئیس کنفرانس همه جزئیات اون مراسم رو یادشه. وقتی به دیدن پروفسور اینگرید دابشیز در خانهش در بروکسل رفتم، لباس قلمکار دوخت اسپانش را تن کرده بود. این یه رسم قدیمیه که رئیس اتحادیه ریاضیدانان جهان شخصاً به کسانی که برنده مدال فیلدز شدن تلفنی تماس میگیره و به اونها اعلام میکنه. این کار با ایمیل انجام نمیشه. سخت بود اونو پیدا کنیم. رو تلفنش پیام گذاشتم و گفتم میخوام با او صحبت کنم. معمولاً وقتی رئیس اتحادیه ریاضیدانان جهان به ریاضیدانی تلفن میزنه، اون طرف خط میفهمه که حتما خبری هست. مریم به تماس من جواب نداد و تماسی نگرفت. او بعداً به من گفت که فکر کرده بود اون پیام از اون پیام‌های قلابی بوده. اصلاً باور نکرده بود. و حالا برنده چهارم مدال فیلدز بر اساس حروف الفبا. Here it comes. مریم میرزاخانی. به دلیل نقش برجسته‌اش در پیشبرد دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای حضلولی. مدال فیلدز در دستان اولین زن و اولین ایرانی. قانون احتمالات ریاضی هم احتمالاً گیج شده. مریم اونجا ایستاده بود با وقار. این لحظه عالی بود، هیچ وقت یادم نمیره. ما میدونستیم که اون داره جنگ رو به سرطان میبازه. اون قبل از اینکه به کنگره جهانی ریاضیدانان بیاد، تازه یه دوره شیمی درمانی رو تموم کرده بود. ضعیف شده بود. همین که اومد همه ما خوشحال شدیم. در 80 سال گذشته 56 ریاضیدان زیر 40 سال این مدال رو گرفتن. همه مرد بودن.
نزدیک آخر عمرش که خیلی مریض بود، نمیخواست رسانه ها راجع به این حالش حرف بزنن. ما برنامه ریزی زیادی کردیم که خبرنگارا رو از مریم دور نگه داریم. معلومه که میدونستم خبر بزرگیه. یه زن برای اولین بار مدال فیلدز رو گرفته بود. بله، او زودتر رفت. ما زمان بندی مراسم رو تغییر دادیم و برنامه ریزی کردیم که زودتر کنفرانس رو ترک کنه. محمد جواهری 20 سال پیش در المپیاد ریاضی کانادا با مریم مدال گرفته بود. محمد الان استاد دانشگاه سی‌ان‌آی نیویورک. بعد از اینکه مدال‌ها رو توزیع کردن در کانادا، بچه‌های ریاضی، بچه‌های ایران با هم جمع شدیم، تبریک می‌گفتیم به هم دیگه و ما بهشون تبریک گفتیم چون طلا گرفته بودن. اون فول مارک 42 امتیاز از 42 امتیاز گرفته بودن. بعد هم موقع گفتش که خب حالا ما طلای ریاضی رو گرفتیم، بریم سراغ مدال فیلدز. و ما هم میخند، فکر کنم داره شوخی میکنه دیگه، با خنده اینا برگزارش کردیم. ولی خب معلوم بود دقیقاً چی از زندگی میخواد و آخرش هم با پشتکار و استعدادی که داشت بهش رسید. مریم جواب سوال‌هایی رو پیدا کرد که سال‌ها فیزیکدان‌ها و ریاضیدان‌ها رو سر کار گذاشته بود. We can have a polygon shape, a billiard, your billiard table could be something more complicated, and then you basically start at some point and then going in some direction and basically bounce off the boundaries and then and I did draw them in a very bad way, but it's like a path of a it's basically a bit of the trajectory of a ball in a billiard table, and the table is quite complicated. But اگه شما فهمیدید مریم چی کار کرده، منم فهمیدم. It's hard to see, and it's very sensitive. If you change the angle a little bit, if you move your point a little bit, the long-term behavior of the trajectory will change, can change dramatically. Mathematicians have always said we can't really explain. ریاضیدان‌ها معمولاً میگن ما واقعاً نمیتونیم راجع به کارمون به آدمای غیر حرفه‌ای توضیح بدیم. این مثل اینه که انتظار داشته باشیم ریزه‌کاری‌های یه سمفونی رو به کسی که موسیقی بلد نیست توضیح بدیم. معلومه که نمیشه. خیلی چیزا توی سمفونی هست که فقط کسانی که موسیقی بلدن میفهمن. اما این به این معنی نیست که شما نمیتونین از یه سمفونی لذت ببرین. That doesn't mean you can't enjoy it if you're not a professional mathematician or a musician. مریم غیر از اینکه به سوال‌های مهمی در ریاضیات محض جواب داد، روش‌هایی رو هم ابداع کرد که ریاضیدانان بتونن مسائل دیگه‌ای رو حل کنند. I think these problems are important because they are related to some other problems. Even if you are interested in higher dimensional manifolds, one way of dealing with them is trying to find some nice surface inside of them. You end up learning a lot about other spaces and properties of other actions. So it gives you a lot of information. It's not only the question, but the way you try to solve it. در ریاضیات تایید یا رد یک مسئله قطعیه. دو تا خط موازی به هم نمیرسن، حتی اگه دیوونه هم باشن. روستای دورافتاده در مرکز انگلیس، خانه یک پروفسور ریاضی. رشته کاریش هندسه دینامیکه که به کار مریم نزدیکه. I have known in my life a number of Iranian mathematicians. من تو زندگیم عده‌ای ریاضیدان ایرانی دیدم. وقتی هم داشتم درس می‌خوندم، یکی از استادام ایرانی بود. خب می‌دونستم شما یه پیشینه قوی ریاضی دارید. Strong tradition of mathematics.
اما این خارق‌العاده است که این زن همه حصارهایی که جلو راهش بود رو برداشت. صد یا 120 سال پیش زنها حتی اجازه نداشتن ریاضی یاد بگیرن. داستانهای زیادی است از دخترها یا زنهایی که به ریاضی علاقه داشتن. باید می رفتن زیر پتو با شمع ریاضی بخونن. بعد اگه پدر می فهمید جلوشون رو می گرفت. چون این باور وجود داشت که یاد گرفتن ریاضی برای مغز دخترها خوب نیست. مریم یه جا گفته بود در آمریکا مرتب ازش میپرسن مگه در ایران دخترها دانشگاه میرن. پریسا بابالی تحلیلگر داده های مؤسسه آی بی ام در نیویورک از دوستان قدیمی مریمه. Yes, we grew up in that patriarchal society, but بله ما توی اون جامعه مردسالار بزرگ شدیم. اما یادم نمیاد هیچ وقت این جمله رو شنیده باشم که این برای خانم ها خوب نیست. تو نمیتونی این کارو بکنی چون زن هستی. من فکر میکنم فضای زندگی و درس خوندن ما در ایران خوب بود. اگه یه جای دیگه بودیم توی مدرسه با یه عالم پسر که خیلی کارشون عالی بود حتما ما ها رو عقب می‌زدن. اما ایران اینطور نبود. اما حالا مردم میبینن که این کار شدنیه. نه اینکه چون یک زن هستی یا هر چیز دیگه ای این محال باشه. هیچ کدوم از ما بدون کمک استادان مرد کارمون جلو نمیره. اونها حتما به توانایی های ما باور داشتن. خیلی از ما حمایت کردن. نباید این روی سکه رو نادیده بگیریم. مریم احساس میکرد خوشبخته. برای خانواده خوب، معلم های دلسوز، مدیر مدرسه عالی و اینکه 10 سال دیرتر به دنیا اومده بود. وگرنه زندگیش میافتاد درست وسط جنگ. دوره‌ای که امکانات کم بود، محدودیت ها زیاد. یارم هست که یک بار من اصلا با مریم خود مریم داشتم بحث میکردم راجع به دوچرخه سواری خانم ها. اون موقع اصلا بحثش بود که بانوان هم اجازه داشته باشن که دوچرخه سواری بکنن و خب منم یه جوان 17 ساله‌ای که تون سیستم آموزشی بزرگ شده مخالف بودم. میگفتم خب خانم ها مثلا سختشونه با لباسشون یا بیان مثلا دوچرخه سواری کنن. پس اون حسی که ما داشتیم واقعا یه حس واقعی بود که زنها رو در واقع یکم کمتر میدیدیم. ولی خب مریم جز اون پروژه بود، اون دورانی بود که در واقع این دید کم کم داشت عوض می شد و ما هم در واقع دیدمون عوض شد. به مرور زمان متوجه شدیم که در واقع توانایی ها مستقل از جنسیت و نژاد و همه این هاست. معبد بوداییان در کاتماندو مرکز نپال. شیوانی گاهی برای دعا میاد اینجا و برای تکون دادن زنگ ها. اما نپال چه دخلی داره به مریم میرزاخانی؟ شیوانی دانشجوی ریاضیات دانشگاه اوهایو در آمریکاست. اون میگه به خاطر مریم میرزاخانی رفته سراغ ریاضیات. دکتر میرزاخانی یکی مثل همه ما بود، همرنگ من. اون برعکس همه چیزایی که دیگران راجع به زنان و ریاضی میگفتن بود. اون سقف شیشه‌ای رو شکست. باورهای رایج راجع به توانایی زنان و ریاضی رو به هم ریخت. اون یه زن واقعی بود. یه مادر، همسر، دختر و بالاتر از همه یه ریاضیدان عالی. داشتن سرمشق مثل دکتر میرزاخانی به من کمک کرد حرفای دیگران رو راجع به زنان ریاضی نادیده بگیرم. فکر نکنم هیچ وقت شنیده باشم که مریم گله کنه. یا هیچ وقت راجع به زن و مرد بودن و سخت بودن شرایط برای خانم ها حرف زده باشیم. Things are very hard for women ever. Thank you.
اولین دختر در تیم المپیاد ریاضی ایران، اولین دختر که در المپیاد ریاضی ایران مدال طلا گرفت، اولین کسی که 2 سال پشت سر هم در المپیاد جهانی ریاضی طلا گرفت، اولین کسی که در المپیاد ریاضی جهان نمره کامل گرفت. مریم خودش رو به جهان مردسالار ریاضی تحمیل کرد. زندگیش مثل بقیه پر بود از تصرف‌های خوب و بد. خیلی‌ها در ایران تصرف بچه‌های المپیادی یادشون هست. قصه‌ای که بعد از 20 سال هنوز تازه است. هادی جرأتی یکی از همکلاسی‌های سابق مریم، دکترای ریاضی از دانشگاه پرینستون داره. بعد رفته سراغ تاریخ علم. هادی هم یکی از مسافرای اتوبوس بود. من اصلا از یک روز قبل از تصادف تا حدوداً 2 هفته بعد از تصادف هیچ چی به یاد نمیارم. به خاطر اون صدماتی که بر اثر تصادف به بنده وارد شد، یه مقدار ضرب مغزی اینا، من کلاً حافظم در اون زمان پاک شد. یه کنفرانس ریاضی بود در اهواز سال 76 قبل از عید نوروز که به دلایلی من نرفتم و مریم هم در اون اتوبوس بود و چند تا از دوستای دیگه‌مون هم بودند. بارون بود. دیر وقت شب بود که ما برگشتیم. اتوبوس توی یک رودخونه سقوط کرد. دیر راه افتادیم چون باید وسایلمون رو جمع می‌کردیم. می‌خواستیم بیشتر بمونیم و خوش بگذره. می‌خواستیم تا جایی که می‌تونیم شهر رو بگردیم. اهواز یک منطقه باستانی و توریستیه. خبر متاسفانه خیلی بد پخش شد توی اخبار صبحگاهی شبکه 1 بود که اصلا ما شنیدیم و اینو مدام در بخش‌های بعدی خبرم تکرار می‌کردن که اصلا بدون اینکه به خانواده خبر بدن، که به نظرم کار درستی نبود. خوردیم به یه چیزی و بیهوش شدم. چند دقیقه بعد به هوش اومدم. صدای آب میومد. بعضی از دوستام چطور بگم، صداشون رو میشنیدم. تاریک بود و من فکر کردم همه ما میمیریم. مدتی بعد یکی از دوستام از اتوبوس بیرون رفت و خودش رو به بالا به کنار جاده کشوند و کمک خواست. 3-4 نفرشون که اصلا تو خوابگاهی بودن که خوابگاه زنجان که من بودم، شما با اونا زندگی میکنین، در واقع شب توی اتاق میخوابین، صبح بیدار میشین، با هم صبحونه میخورین، با هم میرین دانشگاه، با هم سر شستن ظرفا دعوا میکنین. توی بیمارستان فکر کنم کنار من مریم بود. خوب یادم نیست، میتونستم صورتش رو ببینم. همه شوکه شده بودیم. دوستامون جلو چشممون مردن. بچه‌هایی که در تصادف کشته شدن، هر کدوم یه پا مریم میرزاخانی بودن. هیچ کدوم جرأت نداشتیم راجع به تصادف حرفی بزنیم. نمیتونستیم راجع به بچه‌هایی که از دست رفته بودن حرفی بزنیم. مریم بعدن راجع به تصادف گفت، همه اتفاقای بد وقتی میفته که انتظارش رو نداری و همه چیز خوبه. این بازی روزگاره، جبر زندگیه. Nature of life, the uncertainty that accompanies life. مریم هم مثل بقیه موجودات این دنیا گرفتار جبر بود و عاشق جبر. همیشه این سوال پیش میاد که چرا اونا، چرا من نه، یا چرا من موندم. ولی فکر کنم مریم جواب قشنگی به این سوال داد و اون کاری که بعدن کرد و اون درخششی که از خودش نشون داد، در واقع نشون داد که معنای زندگی رو قشنگ فهمیده بود. یه مقداری از جامعه بریده شده بودم. یعنی دوستان در یه حدی میدیدم، ولی خیلی بیشتر به لاک خودم فرو رفته بودم و به فاصله کوتاهی بعد از اونم دیگه درسم تموم شد و برای ادامه تحصیل رفتم آمریکا.
بیشتر مسافرهای اتوبوس اهواز رفتن اون ور آب. مثل خیلی از تحصیل کرده ها مسافر آمریکا شدن. مریم رفت دانشگاه هاروارد، بعد پرینستون، بعد در استنفورد استاد تمام شد. در آمریکا با یک متخصص کامپیوتر ازدواج کرد. اسم دخترشون آناهیتا است. آناهیتا فکر میکرد مادرش نقاشه. خیلی جاها توی دانشگاه و مراسم‌های رسمی مریم یکی و نصفی بود. یکی از تصرفای خوب زندگیش در هاروارد استادش کرس مکمولن بود. اون شروع کرده بود میامد جلوی دفتر من. اولین چیزی که توجه هم رو جلب کردیم بود که دفتر یادداشتش رو برعکس ورق میزد. بعدن فهمیدم داره به فارسی مینویسه. سوالهای مریم به طور غیرعادی خیال پردازانه بود. بیشتر شبیه داستانهای علمی تخیلی بود یا داستانهای پلیسی. داستان‌های دقیق در زمینه ریاضی که جوابی براشون پیدا نشده بود. و بعد از اینکه راجع به یکی از این سناریوها حرفاش تموم می‌شد، رو می‌کرد به من و می‌گفت درست میگم، انگار که من خبر داشتم. مریم گاهی می‌رفت رو اعصاب استادا. توی یکی از این کلاس‌ها آقای کسرا رفی استاد ما بودن. ایشون اومدن سر کلاس، کلاس شروع شده بود، بعد با مریم داشتن یه بحث کوچیکی میکردن قبل از اینکه کلاس شروع بشه. بعد این بحث بالا گرفت و اینا، بعد این چیز میگفت این چیز میگفت، بعدش یه دفعه همه متوجه شدیم. کسرا به مریم گفتش که اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ پاشو برو بیرون. بعد مریم وسایلش جمع کرد رفت بیرون. بعد کسرا بچه‌ها نگاه کرد گفتش که این شروع شده رو دیگه اینجا چیکار میکنه، از من بیشتر بلده. The challenge was to find something she cannot do. سختی کار این بود که مسئله های ریاضی به مریم بدیم که نتونه حلش کنه. مسئله هایی که خودمونم جوابش رو بلد نبودیم، میدادیم به اون و مریم جواب ها رو پیدا میکرد. I remember so the solution came out. Of course I can find her. معلومه میتونم پیداش کنم. اینجا سمیناری در دانشگاه باریک بود که من مریم رو هم دعوت کرده بودم تا بیاد راجع به کارهاش سخنرانی کنه. تو هم خیلی خوب درساتو خوندی. ردی که مریم در 40 سال زندگیش به جا گذاشت به یاد دیگران مونده. مریم شوخ بود و یه طنز خیلی خاصی تو شخصیتش بود. تو سختی ها همه چیز رو آسون می گرفت. با مریم احساس راحتی می کردی. با اینکه می دونستی اون توی دانشگاه اسطوره است. سر امتحان که هستیم اتفاقا من جوری نشسته بودم. یعنی جایی که من نشسته بودم مریم اون ور که نشسته بود روبروی من بود و موقع امتحان چند باری دستش رو تکون میداد که مثلا من اعتماد به نفس بده. بعد منم میترسیدم جواب بدم که چون گفته بودن که شما نباید به هم دیگه سیگنال اینا بدین. بعد از امتحان کلی شاکی بود که چرا من دستم رو تکون دادم هیچی نگفتی. It was just wonderful watching her talking to people and interacting with people. So much energy. دلت میخواست حرف زدنش رو با دیگران تماشا کنی. خیلی پر انرژی حرف میزد. اشتیاق زیادی داشت و میتونستی رو کمکش حساب کنی. ایده داشت. با اون جسه کوچیکش پای تخته. شیوه برخورد اون با ریاضیات با اشتیاق و با صبر بود. من هم همیشه به ریاضی اینطوری نگاه کردم. این حرف مریم رو روی میزم توی دانشکده نوشته بودم که گفته بود زیبایی ریاضیات خودش رو به کسانی نشون میده که صبر بیشتری داشته باشن. یعنی شما که یک روزی یک آدمی رو ملاقات بکنید که دانشمند بزرگیه و از طرفی آدم خوبی نیست، ممکنه این دو تا مسئله به هم ربطی ندارن، ولی مثلا ایشون واقعا آدم خیلی واقعا آدم محترم و افتاده بودن. میگفت بهترین لحظه زندگیش اون وقتیه که میگه آهان. Those are the moments where you say wow. اینو لحظه‌ای که میگی یافتم. Yes.
وقتی دوباره به مسئله نگاه میکنی، چند بار چک میکنی و میفهمی درسته، احساس میکنی که بالای دنیا ایستادی، چون پیداش کردی. هر ریاضیدانی به شما میگه ریاضی زیباست. علتش اینه که وقتی شما به یه نقطه زیبای عالی میرسین، مثل اینه که دارین به عمارت تاج محل در هند نگاه میکنین یا به تماشای صخره های گراند کانیون نشستین، احساس آرامش میکنین. You feel a feeling of peace. مریم بعد از مرگ هم اولین شد. اولین عکس بیروسری یک زن از زمانی که حجاب اجباری شد. در مطبوعات و در اینستاگرام رئیس جمهوری. And it's a shame that she... خیلی حیفه. این که اون در جوانی درگذشت. آدم از خودش میپرسه اگه زنده میموند چه کارهای بزرگی دیگه‌ای که میتونست انجام بده. احتمالات در ریاضیات یعنی تحلیل اتفاقهای تصادفی. حالا به نظر شما چقدر احتمال داره یکی از دخترهای مدرسه‌ای در ایران بالاترین مدال علمی جهان رو ببره؟ اگه از ریاضیات بپرسید میگه احتمالش هست.